سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و مخاطبین گرامی برنامه پخش مستقیم. من شیرین شمس هستم. امروز چهارشنبه 14 آبان 99 مصادف هست با 4 نوامبر 2020. این برنامه اختصاص داره به انتخابات آمریکا، اما از این منظر که نتایج انتخابات آمریکا چه تأثیری میتونه روی جمهوری اسلامی و همچنین جنبش سرنگونی و مبارزه مردم برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی داشته باشه. خب تا همین الان شاهد هستیم که شمارش آرای تا کنونی یک رقابت تنگاتنگ بین دو کاندیدای ریاست جمهوری رو نشون میده، بین ترامپ و بایدن، طوری که هر دو ادعا میکنن پیروز هستن و حتی در اعتراض به بازنده شدن خودشون و وکلاشون رو آماده کردن که به دادگاه عالی آمریکا برن. تا به الان که ما با هم صحبت میکنیم، رأی کالج الکترال نشون میده که نتایج تا این لحظه بایدن جلو هست، ولی هیچ چیز قطعی نیست. ممکنه که امشب نتیجه روشن بشه و ممکنه که حتی به روزهای آتی کشیده بشه. در همین رابطه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی و مقامات دیگه این حکومت اظهار نظر کردن. اظهار نظرشون مبنی بر اون بوده که هیچ فرقی نمیکنه که در واقع کی رئیس جمهور بشه، اما به هر حال ارزیابی ها نشون میده که اینطور هم نیست که مهم نباشه برای جمهوری اسلامی کی رئیس جمهور میشه. در رابطه با اینکه مردم چه نگاهی دارند، خب مردم در وهله اول به سرنگونی جمهوری اسلامی فکر میکنن. ادعی فکر میکنن که چه کسی بر سر کار بیاد فرقی نمیکنه و باید جنبش های مبارزاتی در ایران تقویت بشه. ادعی هم فکر میکنن که نه، ممکنه تاثیرگذار باشه اینکه کی رئیس جمهور میشه. در هر حال ما توی این برنامه در 3 بخش به این میخواییم بپردازیم که نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر خود جمهوری اسلامی میگذاره. در بخش دوم به این میخواییم بپردازیم که این نتیجه چه تأثیری میتونه بر موقعیت جمهوری اسلامی در سطح خاورمیانه بذاره. و در نهایت به این میخواییم بپردازیم که چه کسی از انتخابات اگر بیرون بیاد میتونه تاثیرگذار باشه بر جنبش سرنگونی و یا اینکه نه، اساسا تأثیری نخواهد داشت. همه اینها رو در 3 بخش برنامه حتما بررسی میکنیم. شما هم در این برنامه پخش مستقیم اگر نظری دارید یا سوالی دارید برای ما ارسال بکنید از طریق شماره تلفن 2046 739 68 14 38، از طریق تلگرام، واتساپ و سیگنال. در این برنامه حمید تقوایی به سوالات این برنامه و سوالات شما پاسخ میده. مستقیم رو ملاحظه میکنید بینندگان گرامی، در ابتدای برنامه به این میخواییم بپردازیم که نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری روی خود جمهوری اسلامی میگذاره. همکارم میثم عتیق با من هست. میثم، میخواییم بررسی بکنیم ببینیم که نظر سران نظام جمهوری اسلامی و مقامات دولتی و حکومتی در رابطه با انتخابات آمریکا تا اینجا چی بوده؟ شیرین، من قبل از اینکه به واکنش مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با انتخابات بپردازم، به توضیحات اولیه‌ای تو اینو هم اضافه کنم که در یک ساعت اخیر اتفاق افتاده. از صبح امروز که مسیر انتخابات و شمارش آرا با وارد شدن آرا پستی وارد شد، میدونیم که بایدن روی روال بهتری نسبت به ترامپ قرار گرفت، تا جایی که دقایقی پیش ستاد انتخاباتی بایدن اعلام کرده رسما که
روی مسیر پیروزی قرار گرفتیم، ولی هنوز هیچی مشخص نیست. دقیقا به مصادف همین به اصطلاح موفقیتی که برای بایدن به دست اومده تو چند ساعت اخیر، نزاع‌های توییتری ترامپ و بایدن هم شدیدا در چند ساعت گذشته بالا گرفته. اما برگردیم به موضوع اصلی، مقامات جمهوری اسلامی چه واکنشی داشته؟ خب ما دیروز سه‌شنبه شاهد بودیم که خامنه ای توی مراسم 13 آبان ماه در برنامه تلویزیونی موضع رسمی جمهوری اسلامی رو اعلام کرد با این جمله کلیدی که سیاست ما مشخص کاملا و حساب شده است نسبت به آمریکا و با تغییر ریاست جمهوری و هیچ فردی در آمریکا تغییر نمی‌کنه. دقیقا پشتبند همین صحبت‌های خامنه ای بود که بعد از 24 ساعت حسن روحانی امروز تو جلسه‌ای که با هیئت دولت داشت به نوعی همین حرف رو باز تکرار کرد. گفت اون چیزی که برای ما مهم هست سیاست هست و مواضعی که دولت آمریکا میگیره، نه هیچ فردی و حزبی. چند روز قبل از این هم محمد جواد ظریف اعلام کرده بود به نوعی که بین بایدن و ترامپ برای جمهوری اسلامی ترجیحی وجود نداره، هرچند که مواضع بایدن و دموکرات ها به نوعی بهتر هست. خوب انعکاس همین رو داخل رسانه های جمهوری اسلامی هم ببینیم. بعد از اینکه رسما و علنا خامنه ای مواضع خودش رو دیروز اعلام کرد و مواضع رسمی جمهوری اسلامی، امروز هم شاهد بودیم توی رسانه های جمهوری اسلامی و مشخصا روزنامه کیهان که بسیار نزدیک هست به خط خط خامنه ای، حمله خودش و تاخت و تاز خودش رو به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی شروع کرد و خط نشون کشید برای کسایی که بخوان بعد از حرف خامنه ای صحبت از مذاکره و سازش با دولت آمریکا رو بزنه. بسیار خب، برمیگردم به تو میثم و اما حمید تقوایی، خوش آمدید به این برنامه، سلام میکنم به شما. سوالات رو میخوایم از شما شروع بکنیم قبل از اینکه بپردازیم که چه تأثیری میذاره انتخابات آمریکا. خب شما یه توضیح بدید با توجه به اینکه به اصطلاح میگن سیاست ترامپ سیاست فشار حد اکثری بوده، این فاکتور چقدر تا به الان روی جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته؟ بله فکر میکنم شما میکروفونتون بسته است. بله میبخشید، منم سلام دارم به شما و بینندگان عزیز این برنامه. سیاست ترامپ روشنه، اصلا اون قدم اول از برجام کنار کشید و با این حرکت آمریکا کل برجام زیر سوال رفت. یعنی اروپایی هم با اینکه مخالف بودن با سیاست ترامپ در این مورد، عملا نتونستن کار زیادی بکنن و این در فشار و تشدید بیشتر تحریم ها منجر شد. فشار حداکثری که ترامپ و کابینه اون صحبت میکنن اساسا تحریم اقتصادی، گسترش تحریم اقتصادی و تا امروز هم همین سیاست رو ادامه داده. این تغییر تا اونجایی که به ایران مربوط میشه، این تغییر اساسی بود که در سیاست دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی داده شد. طبعا جمهوری اسلامی خب میخواست، هنوزم مایله که برجام رو ادامه بده، حفظ کنه و مناسبات خودش رو بر مبنا در همون چارچوب برجام با دولت‌های غربی تعریف کنه و طبعا تا وقتی ترامپ رئیس جمهوره چنین اتفاقی نخواهد افتاد. به همین دلیل به نظر من میتونه تأثیر زیادی بگذاره این تغییر. اگر بایدن انتخاب بشه، تغییر رئیس جمهور تا اونجایی که رئیس جمهور آمریکا تا اونجایی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، میتونه به نفع دوباره لااقل از سرگیری مذاکره برجام و غیره عمل کنه و در این جهت پیش بره. بسیار خب، بشنویم صحبت‌های خامنه‌ای و روحانی رو با توجه به اینکه گفتن هیچ تأثیری نداره که چه کسی رئیس جمهور میشه، و بعد برگردیم صحبت‌های خامنه‌ای و روحانی رو بررسی بکنیم ببینیم چرا مقامات جمهوری اسلامی میگن هیچ تأثیری نخواهد داشت. در ابتدا صحبت های خامنه ای رو میشنویم و سپس روحانی. انتخابات آمریکاست. بعضیا همین دور راجبی این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت. یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره، سیاست ما حساب شده است، مشخصه. برای ما فرد مهم نیست، برای ما حزب مهم نیست، برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره.
اونی که ما میخواییم اینه که آمریکا برگرده به قانون. این برای ما مهمه، آمریکا برگرده به تمام معاهداتی که بین المللی هست یا چند جانبه هست. برای ما فرد مهم نیست، برای ما حزب مهم نیست، برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت. بسیار خوب. حمید تقوای خامنه ای گفته که سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخص، فرقی نمیکنه کی بیاد کی بره و تغییراتی انجام میشه، اما این تغییرات به ما ربطی نداره و کاری ما به اون نداریم. حسن روحانی هم گفته که هر کسی بیاد باید متعهد به قانون و معاهدات بین المللی باشه و احترام رو جایگزین تحریم بکنه. این دو اعلام موضع به چه معناست؟ تعداد زیادی این تبلیغه، وگرنه همه میدونن از جمله خود خامنه ای و بسا جناح طرفدار اون که فرق میکنه. اگر بایدن بیاد خب سیاست دیگه در پیش خواهد گرفت و جمهوری اسلامی خیلی به این امید بسته دارن، چون میدونین از نظر اقتصادی متلاشیه و از نظر تورم و گرانی حتی در همین صحبت های اخیر خامنه مجبور شد به گرانی هم اشاره کنه و بگه این تورم قابل توجیه نیست و از اینجور بحثا. خب میگم وضع انقدر خرابه که حتی اونجایی هم که اینا میخوان علیه آمریکا به اصطلاح موضعی بگیرن، کرکری بخونن، مجبورن به وضع بعد اقتصادیشون رجوع کنن، اشاره کنن. این رو بعد نباید فراموش کنیم که خود برجام با تایید کامل خامنه ای صورت گرفت. اون موقعی که برجام رو اینها امضا کردن و پای اون رفتن، وضع اقتصادیشون فعلاً خیلی خراب بود. بنابراین از اینکه ما با آمریکا کاری نداریم و ما سیاست خود رو پیش میبریم، اینطور نبوده. سیاست دیگه رو پیش بردن، نرمش قهرمانانه به قول خود خامنه اون موقع نشون دادن و رفتن پای میز مذاکره و برجام رو امضا کردن. و این آمریکا بود که زیر برجام زد. و این در این مدت جمهوری اسلامی چه جناح روحانی چه خامنه‌ای بر این کوبیدن که باید برگردید همون برجام رو دوباره بهش متعهد بشید و به پیش ببرید. این موضعشون بوده. امیدوارن حالا بایدن بیاد دوباره بتونن همین نوع این موضع رو به اصطلاح به اون بقبولونن که بیاد برجام رو ادامه بده. این تبلیغاتی که این به اصطلاح ربطی به ما نداره، هر رئیس جمهوری باشه ما کار خودمون رو میکنیم، پوچه. چون همه میدونیم که خیلی فرق میکنه از این نظر، از دید جمهوری اسلامی از شرط اقتصادی فرق میکنه. اگر بتونن با بایدن نوعی برجام رو دوباره به پیش ببرن، امیدوارم به این ترتیب بتونن از این منگنه اقتصادی که درش قرار گرفتن خلاص بشن یا بالاخره یک مفری پیدا کنن. من فکر کنم روی این حساب باز کرده جمهوری اسلامی. بسیار خوب. صحبت‌های بایدن رو می‌بینیم و می‌شنویم. حدود یک سال گذشته هست که میگه چه نظری داره در رابطه با جمهوری اسلامی و همچنین خروج ترامپ از برجام، و بعد برمیگردیم نظرات صوتی بینندگان این برنامه رو خواهیم شنید. Diplomacy requires credibility. And Donald Trump is absolutely corroded our country's credibility. The historic Iran nuclear deal we negotiated blocked Iran from gaining nuclear weapons with inspectors on the ground, international inspectors confirming that the agreement was being kept. Yet Trump cast it aside, prompting Iran to restart its nuclear program, become more provocative, and raising the risk of another disastrous war in the region. If Tehran returns to compliance with the deal, I would rejoin the agreement and work with our allies to strengthen and extend it while more effectively pushing back against Iran's destabilizing activities, which under the agreement we were allowed to do and we had partners to do with.
مردم این شهر چشم امید به نتیجه انتخابات آمریکا را ندارند، زیرا در یک چیز متفاوت قول هستند که ترامپ یا بایدن قبل از هر چیز منافع آمریکا را در نظر دارد و منافع آمریکا را بر منافع مردم جهان ترجیح می‌دهند. و این مناظره ها فقط و صرفا برای کسب آرا و منافع احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات است. می‌دانند و در نهایت منافع ایالات متحده آمریکا و بایدن را جنایتکاری که با خنده مردم را به زیر یوغ و بندگی و استثمار می‌کشد. اوضاع سیاسی و داخلی ایران طوری که در شهر من می‌تواند نتیجه گرفت، هیچ مردم هیچ کدام از جناح‌های حکومتی و را قبول ندارند و امیدی به آنها نیست و در این اوضاع دارند کارزارها و شعارها را دنبال می‌کنند و در هر حرکت عده‌ای از جنبش و حاشیه رانده می‌شوند و در نهایت مردم زیر پرچمی جمع می‌شوند که حرف دل آنها را می‌زند و تا آخر در کنار آنها می‌ماند. چرا؟ چون مردم اگر اپوزیسیون راست و یا سلطنت طلب و یا سایر نیروهای اپوزیسیون را می‌خواستند، هر شعارهای آنها در خیابان می‌ماندند. ولی چیزی که می‌بینیم، شعارهای آنها خیلی زود از حافظه مردم پاک می‌شود. پس مردم خیلی خوب می‌دانند چه کار می‌کنند و چه کسی یا چه حزبی را باید انتخاب کنند و حول شعارهای آن در جنبش شرکت کنند. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران. بله، یکی از فایل های صوتی رو شنیدیم از بینندگان این برنامه که ارسال کرده بود. گفته بود شهر من، اینطور که من متوجه شدم، حداقل شهری که من زندگی میکنم مردم میدونن که ترامپ یا بایدن نهایتا منافع آمریکا براشون مهم هست و اون رو ارجح میدونن بر منافع مردم جهان و اینکه مردم انقدر هوشمند هستن که بدونن دنبال چه حزب و چه کسی باید برن و اون رو انتخاب کنن و حول چه شعاری متحد بشن. حمید تقوایی، اگر که فایل های صوتی رو شما هم میشنوید، نظری دارید یا به هر حال کامنتی میخواید بدید، حتما میتونید. این فرصت در اختیار شما هست، کوتاه چون فایل های صوتی هم زیاد هست، که بعد بریم به سراغ نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی. من فقط در مورد همین نکته که شما گفتید، متاسفانه چون نشیدم بر فایل های دیگر رو، همین سوالی که گفتید از ایران یا نظری که از ایران دادن، به نظر من هم اینطوره، ولی من میخوام یکم اینو توضیح بدم که ببینید موقعیت جمهوری اسلامی، بایدن بیاد بخواد حتی پرچمو دوباره به صلاح منعقد کنن و بهش پایبند باشن، دیگه شرایط کاملا عوض شده، نه به خاطر شرایط آمریکا، به خاطر شرایط خود ایران. یعنی یک فاکتور جدیدی که 4 سال موقع انتخابات قبلی آمریکا نبود، همین خیزش ها و اعتراضات توده‌ای است در ایران که در 2-3 سال اخیر شکل گرفته و نتایج شما داریم میبینیم که به رسوایی کامل جمهوری اسلامی، منزوی شدنش در خود ایران در منطقه و بیابرویش در جهان، در بین شخصیت ها، ورزشکاران، عفو بین الملل، حتی بسیار از دولت های اروپایی و غیره منجر شده. بنابراین این موقعیتی نیست دیگه جمهوری اسلامی که بتونه دوباره برگرده به همون شرایط 4 سال قبل و دلش رو به این خوش کنه که میریم دوباره برجامی رو امضا میکنیم. اون شرایط تمام شده، نه به خاطر اینکه آمریکا فشار آورده یا فشار نیاورده، به خاطر اینکه مردم ایران بلند شدن. من یادآوری میکنم که در سال 96 که مردم اون بلند شدن و در سر شهر اون خیزش با شکوه اتفاق افتاد، هنوز برجام سر جای خودش بود و اون اعتراض 96 هم با اعتراض به تورم و بیکاری و گرانی و غیره شروع شد. و بنابراین بس یک چیز دیگه است، الان شرط کاملا متفاوته و به همین خاطر فکر میکنم مردم ایران هم کاملا اینو میدونن که راهی که اونا باید برن برای حل مشکلات و مسائلشون، برای خلاصی از جمهوری اسلامی و به اتکای قدرت خودشون و مبارزه اعتراض خودشونه. حتی سیاست های دولت آمریکا و دولت های دیگه هم
بر مبنای این فاکتور هست که میتونه تغییر کنه در رابطه با جمهوری اسلامی، به حمایت یا به نقد جمهوری اسلامی منجر بشه. کاملا این در این میان فاکتور اعتراضات مردم ایران کاملا تعیین کننده است. بسیار خب، برمیگردم به میثم ادامه بدیم به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد تأثیر انتخابات آمریکا بر خود جمهوری اسلامی. خب توی این بخش خوبه بپردازیم به اینکه اساساً کاربران مدیاهای اجتماعی و مشخصاً توییتر موقعیت جمهوری اسلامی رو چجوری ارزیابی میکنن در برابر نتایج این انتخابات. اگر انبوهی از پیام‌هایی که شما می‌بینید تو مدیاهای اجتماعی رو یه لحظه کنار بذاریم، می‌بینید 3 تا گرایش غالب توی چند روز اخیر حول انتخابات فعال بودن. گرایشی که از ترامپ حمایت می‌کرد به این معنا که معتقد بود اگر ترامپ بیاد سر کار فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر میکنه و راحت‌تر جمهوری اسلامی میفته به هر طریقی. گرایش دیگه‌ای که بایدن رو میگفت اگر بیاد چاره‌ساز میشه و مذاکره با جمهوری اسلامی و اصلاح جمهوری اسلامی محتمل‌تر هست. و گرایش سوم که با هر دو اینا مخالف هست که میگفت مستقل از اینکه بایدن انتخاب بشه یا ترامپ، مناسبات اصلی سیاسی داخل کشور توسط معادله بین جمهوری اسلامی و مردم حل میشه. در همین رابطه من 2 تا توییت رو انتخاب کردم که به نوعی میتونه این گرایشات رو تداعی بکنه توی مدیاهای اجتماعی. توییت اول که از یک کاربر هست که میگه فشار حداکثری ترامپ و نرمش ناجوان مردانه بایدن زمانی میتواند روند تحولات ایران را قطعاً تغییر دهد که یک جنبش اجتماعی سراسری در میدان باشد، وگرنه اولی به فقر بیشتر مردم و دومی به پولدار شدن حاکمیت خواهد انجامید و بس. اما در اون ور میدان طرفدارای ترامپ و اون سناریویی که گفتم رو اگر ببینیم، یکی از کاربران می‌نویسه درسته که با رأی آوردن مجدد ترامپ شاید زندگی ما سخت‌تر از قبل بشه، ولی همین که جمهوری اسلامی منتظر رأی آوردن دموکرات ها بود و کاسه کوزه هاشون شکست ما رو خوشحال میکنه. اما شیرین، نکته آخری هم که میخواستم بگم مستقل از اینکه مقامات جمهوری اسلامی چی فکر میکنن که آیا تأثیر دارد انتخابات آمریکا در زندگی جمهوری اسلامی و زیست جمهوری اسلامی، بازار و مکانیزم های بازار که مردم این چند روز توش اکتیو بودن به نوعی نشون میده در پراتیک، نه فقط در دیدگاه مردم، که این انتخابات تأثیر دارد. ما شاهد بودیم در 2 روز گذشته قیمت ارز در بازارهای داخل کشور به شدت بالا رفت. دلار مرز 30,000 تومان رو رد کرد و یورو هم مرز 35,000 تومان، و از این نظر نگرانی واقعی و عینی مردم رو در سوخت و سازهای بازار هم میتونستیم ببینیم. بسیار خب، حتما به تو برمیگردم مجددا میثم. اما رو به بینندگان گرامی اعلام کنم که این برنامه به طور همزمان در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر در حال پخش هست. اگر سوالی دارید یا نظری دارید حتما برای ما ارسال بکنید از طریق شماره تلفن 2046-739-6814-38 در تلگرام، واتساپ و همچنین سیگنال. میشنویم از پیام هایی که شما بینندگان گرامی و همراهان این برنامه برای ما به صورت صوتی ارسال کردید و بعد میریم سراغ پیام های نوشتاری شما عزیزان. با سلام خدمت شما دستاندرکاران برنامه و همچنین بینندگان عزیز، با خدمتتون عرض بکنم که در مورد انتخاباتی که در پیش در آمریکا و تا دقایق بعد مشخص خواهد شد که رئیس جمهور آینده آمریکا از کدوم جناح حکومتی هستش، اون نکته که مشهود هستش در واقع در داخل کشور چیز چندان مشخصی تغییر نخواهد کرد. یعنی ترامپ سیاستی که داشته، درسته در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی بعضاً ایستاده و رادیکال‌تر بوده، ولی خب در نهایت مثل کره شمالی هدفش روی مذاکره بوده و روی میز مذاکره آوردن جمهوری اسلامی. و از سوی دیگه در واقع تحریم هایی که از همون سر کار اومدن جمهوری اسلامی تا کنون از سوی آمریکا به مردم تحمیل شده،
یعنی اینجا دیده میشه که مردمن که ضرر اصلی رو میکنن و خب هیچ فرقی نمیکنه. چطور که دیدیم برجام بود و برجام امضا شد، برجام توی سفره مردم هیچ تغییری رو ایجاد نکرد. یعنی تحریم ها یا بودنش یا نبودنش تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره، جمهوری اسلامی تحمیل شده به مردم و وضعیت اقتصادی رو به وحشی ترین شکل به مردم داره تحمیل میکنه و مردم رو استثمار میکنه، چه در واقع جناح جمهوری خواه باشه چه جناح دموکرات، هیچ فرقی به حال سفره خالی مردم، رنجکشان و زحمتکشان نخواهد کرد. با سپاس. با سلام خدمت شما دستاندرکاران برنامه و همچنین بینندگان عزیز. با خدمتتون عرض بکنم که در مورد انتخاباتی، با سلام و احترام و خسته نباشید، به نظر من انتخابات آمریکا و نتیجه شاید موقتا به دلیل جو روانی که شاید ایجاد بکنه در قیمت ها تاثیر موقتی داشته باشه، اما ما همه میدونیم که مشکلات اقتصادی و فقر و تبعیض و نابرابری که هستش به دلیل این وجود جمهوری اسلامی، این حکومت قرون وسطایی هستش، به دلیل قوانین تبعیض‌آمیزش هستش، به دلیل دزدی و چپاول و حمایت از گروه های تروریستی، هزینه های میلیاردی که برای گروه های مذهبی و تروریستیش در داخل و خارج میکنه علت اصلی این مشکلات و مصیبت ها و فاجعه هایی هستش که در ایران رخ میده توسط جمهوری اسلامی و ربطی به انتخابات آمریکا نداره و مردم هم به نظر من آگاه هستند و شاید تعداد کمی تحت تاثیر گزارش های تحت تاثیر کانال هایی که انتخابات آمریکا رو با شور و هیجان گزارش میدن شاید تحت تاثیر قرار بگیرن، اما همه در دلشون میدونن که جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیستش و این شعار رو مردم دادن تو مبارزاتشون که جمهوری اسلامی باید نابود گردد و اصلاح شدنی نیستش و تا زمانی که این تبعیضات و جنایات جمهوری اسلامی هستش، این حکومت عقب مانده مذهبی هستش، مبارزه به نظرم ادامه خواهد داشت و ادامه داره و هر روز این اعتراضات وجود داره، مردم معترض هستن و انتخابات آمریکا به نظرم تأثیری در شدت مبارزات یا کاهش مبارزات و اینکه مردم توهم داشته باشند به اینکه جو بایدن کاری بخواد بکنه یا ترامپ بخواد علیه جمهوری اسلامی برای سرنگونی جمهوری اسلامی حرکتی بکنه، مردم خودشون میدونن، آگاه هستن و خامنه ای هم اعتراف کرده که مشکلات مصیبت هایی که در ایران هستش ربطی به تحریم ها سیاست های آمریکا نداره و به نظرم دیگه جمهوری اسلامی به ناتوانی خودش، یعنی شخص اول خامنه ای به ناتوانی خودش اعتراف کرده، اما نباید عموم بدیم به جمهوری اسلامی و با اتحاد و سازمان یافته تر مبارزات خودمون ادامه بدیم تا بتونیم هر چه زودتر جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. با تشکر از وقتی که به من دادیم. بله، برمیگردیم به استدیو پخش مستقیم. خب پیام هایی رو شنیدیم، اما یکی از پیام ها از ایران بود که اشاره کرده بود به هر حال فشار روانی روی مردم هست، انتخابات آمریکا داره صورت میگیره،
قیمت ها هم ممکنه که به هر حال افزایش پیدا کنه، تاثیر میذاره، تاثیر موقتی است، همونطور که در بخش قبلی هم گفته شد حتی دلار قیمتش بالا رفته تحت تاثیر انتخابات آمریکا. ولی خب این مخاطبمون اشاره میکنه که این مشکلات اقتصادی ریشش تو خود جمهوری اسلامی هست، دزدی ها و چپاول ها و حمایت از تروریسم در منطقه و همچنین حمایت از گروه ها و جریانات مذهبی، و اشاره کرده که حالا ممکنه مردم به خاطر این شور و هیجانی که رسانه ها و مدیای اجتماعی ایجاد میکنه تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی میدونن که انتخابات آمریکا در شدت یا افزایش مبارزات در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی تأثیری نخواهد داشت. این هم نظر یکی از مخاطبین بود. خب حمید تقوایی، اگر شما کامنتی دارید میتونید کوتاه بپردازیم، اگر نه بریم سراغ بخش بعدی برنامه. بله، من فقط لازم این نکته رو بگم در همین جهتی که الان شما گفتید این کاربر پیامش رو خوندید. ببینید سیاست آمریکا چه حالا ترامپ باشه چه بایدن چه هر کس دیگه ای در رابطه با جمهوری اسلامی این هست که جمهوری اسلامی در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای خودش رام کنه به اصطلاح، و در این رابطه حاضر امتیازات اقتصادی هم بده، کما اینکه ترامپ که خیلی ظاهرا شدیداً مخالف جمهوری اسلامیه همین اعلام کرده که اگر شما به شرایط ما تمیلید که اساسا شرایطش موقعیت منطقه جمهوری اسلامی و کمکش به نیروهای اسلامی تو کشورهای عراق و منطقه از کلا، دیگه اگه به شرایط ما شما اصلا قبول کنید و تن بدید، ما حاضریم حتی مناسبات اقتصادی خیلی وسیع با شما داشته باشیم. از دید مردم ایران مسئله بنابراین دولت ها چه اروپای واحد چه آمریکای ترامپ چه آمریکای بدون ترامپ، مسئله هیچ کنازی دولت ها این نیست که مردم ایران آزاد بشن یا از شر این بختک جمهوری اسلامی خلاص بشن، بلکه این است که سیاست منطقه خودش رو به پیش برن. مردم ایران اینا در تجربه دیدن تا اونجایی هم که به وضعیت فلاکتبار اقتصادی مربوط میشه، این اصلا روز اولی که جمهوری اسلامی روی کار اومد این بحران و این وضعیت رو داشت. این مسئله ساختاریه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا کشور اروپایی یا غربی در رابطه با جمهوری اسلامی ربط چندانی نداره. این مسئله بنبست و فروپاشی و بحران اقتصاد جمهوری اسلامی ساختاریه در این حکومت، مردم هم اینو میدونن. اون چیزی که مردم میخوان، اون چیزی که واقعا میتونه به مبارزات مردم کمک کنه، اینی که جمهوری اسلامی و جامعه جهانی به رسمیت نشناسه. این اون موضعی که نه ترامپ میگیره نه اروپا نه هیچ کشور دیگه، چون همه حساب باز کردن به نفع روی جمهوری اسلامی. مسئله به نظرن اینجاست، و همونطوری که در سال قبلی هم گفتم، در هر حال این نیروی مبارزات مردم هست که حتی مناسبات بین حکومت جمهوری اسلامی بعد دولت های غربی رو تعیین خواهد کرد و نه برعکس. بسیار خب، یه نظر کتبی هم به دستمون رسید. البته اون موردی که من اشاره کردم نظر صوتی بود، تصور کردم شاید شما گوش نداده باشید، من یک بار دیگه نظر صوتی رو در واقع خودم اعلام کردم. اما بریم سراغ نظرات کتبی. سرا یا سرا، نمیدونم کدوم اسم درسته، ولی خب از مخاطبین این برنامه است، برای ما نوشته با سلام، از ایران این پیام رو فرستاده و نوشته به نظر من هیچ تفاوتی بین ترامپ و بایدن نیست. جفت این دو نفر هیچگاه تز تغییر رژیم ایران رو ندادن و فقط به موضع فشار حد اکثریشون برای بازگرداندن حکومت جمهوری اسلامی به میز مذاکره صحبت کردن. در محل زندگی من هم از صبح که در تماس بودم با مردم گفتن هیچ فرقی بین ترامپ و بایدن نیست و هر کدوم پیروز بشن بجز بدبختی و فلاکت مردم ایران و ثروتمند شدن اون قشر وابسته به حکومت منجر نمیشه. همین الان دلار وارد کانال 31,000 تومان شده، با اینکه هنوز پیروز انتخابات معلوم نشده. اینم یک نظر کتبی بود. اما قبل از اینکه بخش دوم رو باز بکنیم که تأثیرات انتخابات بر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هست، خوبه به وقایع آمریکا دوباره برگردیم در رابطه با انتخابات و به عبارتی کرکری خوندن ترامپ و بایدن رو به هم دیگه. هر کدوم فکر میکنن که پیروز این انتخابات هستن و سعی میکنن به طرفدارانشون روحیه بدن. در ابتدا میشنویم صحبت‌های بایدن رو، بعد برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم و سپس صحبت‌های ترامپ. We feel good about where we are.
We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. اشاره شد انتخابات آمریکا میتونه تأثیر بر موقعیت جمهوری اسلامی در سطح خاورمیانه داشته باشه و همینطور میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی از نظامی و امنیتی شروع کردن به اعلام موضع کردن در رابطه با نتایج انتخابات. میسم تو یه لیستی از اعلام موضع ها رو آماده کردی، خوب اشاره بکنیم به اینکه چه کسانی چه چیزایی گفتن در مورد انتخابات آمریکا و بعد بحثمون رو ادامه بدیم. البته شیری کمی بیشتر از اعلام موضع هست و بیشتر شبیه تهدیدهای پوشالی جمهوری اسلامیه. ببین دقیقا توی موقعیتی که جمهوری اسلامی سر اتفاقات فرانسه و آزادی بیان، اون خشونتی که ذاتی جمهوری اسلامی هست، ذاتی اسلام سیاسی هست رو علنی به دنیا نشون داد با حمایت از این جنایاتی که در کشورهای اروپایی داره اتفاق میفته. ما میبینیم که وقتی انتخابات آمریکا هم روز شمارش آراش میشه، به همین سبک با همین خشونت دنیا رو میخواد تهدید کنه. حالا اینکه تا چه حد این تهدیدها میتونه جامعه عمل بپوشونه، اون یه بحث دیگه است. ببینید تو همین امروزی که نتایج انتخابات آمریکا اگر اینقدر نزدیک نبود قرار بود مشخص بشه، پاسخ نیروهای نظامی جمهوری اسلامی چه صبح امروز چهارشنبه 14 آبان ماه، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از سامانه جدید موشکی سپاه که میتونه به بلند به صورت متوالی و یا به قول خودشون رگباری مناطق دوردست رو بزنه رونمایی میکنه. و دقیقا در ادامه همین امیرعلی حاجی‌زاده سردار سپاه، بله این همون فردی هست که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی ایشون مسئول فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه هستش، همون کسی هست که با آیکون و نماد دروغگویی و تشت رسوایی جمهوری اسلامی در رابطه با انکار سقوط هواپیمای اوکراینی تبدیل شد. مجدداً تحت یک لوای دیگه اومده توییتی زده در رابطه با اینکه دشمنان ما خوب بدانن اگر دست از پا خطا کنن با رگبار سنگینی از موشک‌های ما روبرو خواهند شد. این شو تبلیغاتی رو که جمهوری اسلامی با پرده برداشتن از یک موشک جدید شروع کرد و امیرعلی حاجی‌زاده اومد آتیشش رو بیشتر کرد، هشتگی رو توسط سایبری‌های جمهوری اسلامی که همین حاجی‌زاده هم استفاده کرده به اسم رگبار موشکی رو به وجود آورد که حول اون ایادی جمهوری اسلامی توی مدیاهای اجتماعی شروع کردن به تهدید آمریکا و همپیمانانش. و البته یک توییت جالب هم حسام الدین آشنا مشاور رسانه حسن روحانی منتشر کرده بود که خوب اونم از دست ندیم چون واقعا پوشالی هست، با انتشار یک شعری اومده نوشته با آل علی هر که در افتاد بر افتاد، و با این شعر میخواد تهدید کنه نتیجه انتخابات آمریکا و دولت آمریکا و کشورهای منطقه. خب بسیار خب، حالا به اینم برمیگردیم که سران سپاه و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی دارن شاخشونه میکشن برای آمریکا. اما حمید تقوایی، قبل از این سوال رو خوب پاسخ بدیم، چقدر 4 اخیر ترامپ تأثیر داشته در تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در خاورمیانه یا اینکه هیچ تأثیری نداشته، و اینکه این انتخابات نتیجه چه تأثیری میتونه رو موقعیت جمهوری اسلامی در خاورمیانه داشته باشه؟ ببینید سیاست‌های خاورمیانه دولت آمریکا تغییر اساسی نکرد با آمدن ترامپ. مسئله بیرون کشیدن نیروها از افغانستان بود، مسئله اینکه عراق رو سر و سامانی بدن، داعش رو جمع کنن که اگر خاطر داشته باشید این عملیات داشت پیش می‌رفت که در دوره اوباما شروع شده بود علیه داعش، و ترامپ رو ادامه داد که بالاخره به کشتن بغدادی منجر شد، و همچنین سیاستاش در رابطه با سوریه فرق چندانی نکرده. در رابطه با جمهوری اسلامی که خب صحبت کردیم، مسئله اومده تشدید
تحریم‌ها و فشار حداکثری، ولی سیاست منطقه‌ای آمریکا تغییر آنچنانی نکرد با آمدن ترامپ. بنابراین با کنار رفتن اون هم فرق اساسی نداره. بحث اساسی این است که آمریکا در که اون حمله به عراق و افغانستان رو در واقع شروع کرد بعد از فروپاشی شوروی، برای اینکه میخ خودش رو به اصطلاح بکوبه، برای اینکه دست بالا پیدا کنه، برای اینکه سلطه خودش رو در خاورمیانه تثبیت کنه، این به اینجا منجر نشد که هیچ، ضعیف‌تر هم شد. یعنی باعث شد که روسیه‌ای که بعد از پوتین خودش رو احیا کرده بود اون منطقه نفوذی پیدا کنه و اون بلوک چین روسیه جمهوری اسلامی به وجود بیاد و در موردی مثل سوریه، حتی افغانستان و غیره این مجبور به عقب نشینی بشه. الان افغانستان رو با طالبان به توافقاتی رسیدن که دوباره بیان به رسمیت بشناسن طالبانو. و همچنان در سوریه که میدونیم آمریکا سیاستش این بود که بشار اسد بره کنار، سر جاش مونده. و همینطور در عراق با مسئله رو بره، الان بازم مردم عراق که اونجا تعیین کنندن بر علیه همه نیروهای اسلامی و قومی مذهبی و از جمله جمهوری اسلامی اومدن به خیابونا. نزدیک یک ساله که بیشتر از یک سال، از اکتبر سال گذشته الان یک انقلاب گسترده در عراق در حال جریانه. همه اینها نشون میده که واقعا کشتی آمریکا در خاورمیانه به گل نشسته. حالا چه ترامپ باشه، چه بایدن باشه، چه هر کسی دیگه ای، کار تغییر اساسی نمیتونن بکنن. منتها دور به صورت طرف مقابلش، یعنی بلوک جمهوری اسلامی هم ضعیفتر و ضعیفتر شده. خصوص جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر شده تو منطقه، از جمله و اساساً به خاطر خیزش‌های توده‌ای که در کشورهای مثلا اسلام زده دارید می‌بینید علیه جمهوری اسلامی در خود ایران، در لبنان، در عراق. اساساً به این مجموعه شرایط باعث میشه که به نظر من اومدن بایدن تغییر آنچنانی در سیاست منطقه آمریکا نمیده، همچنان که اومدن ترامپ تغییر آنچنانی نداد. و شرایط به نظران فاکتورهای دیگه باز اینجا تعیین کنندن که یکی از اون فاکتورها که در مورد عراق و لبنان لاقل میشه گفت فاکتور اعتراضات مردم و عدم تمکینشون به این دولت‌های موجوده که آمریکا سرهم کرده برای اونا. مردم اینا رو نمیخوان، مقابلشون ایستادن و این یه مسئله اساسی هم برای جمهوری اسلامی هم برای آمریکا و دولت‌های غربی. بله، برمیگردم حتما به شما حمید تقوایی. میشنویم یکی دیگه از نظراتی که به صورت صوتی برای ما ارسال شده و سپس نظراتی که به صورت نوشتاری برامون فرستادن. با سلام به شما بینندگانتون، در مورد مسئله انتخابات آمریکا اگه بخوام نظرمو بگم، واقعیت اینه که انتخاب هر کدوم از این کاندیداها توی وضع زندگی مردم ایران یا توی اقتصاد ایران تأثیری نخواهد داشت، چون همه میدونیم مشکل ایران مشکلی داخلیه و سدهایی وجود داره که از طرف جمهوری اسلامی ایجاد شده، مثل همین قرار گرفتن ایران توی لیست سیاه FATF هست یا حتی طرفداری و تأمین هزینه های مزدورای جمهوری اسلامی هست که توی سراسر دنیا وجود دارن، مثل حزب الله که حتی اگه بر فرض اومدن بایدن باعث بشه که یه سری مراودات اقتصادی انجام بشه، سود حاصل از اون، یعنی درآمد حاصل از اون، بازم اول میره به جیب این مزدوران، به جیب وابستگان جمهوری اسلامی و عملا توی وضع اقتصادی مردم تأثیری نداره. حالا تو جامعه ایران دقیقاً دو دسته هستن افراد جامعه. دسته کوچیکی اعتقاد دارن که حالا با اومدن بایدن ممکنه که حداقل این وضع وحشتناک بدتر از این نشه یا قیمت دلار از این بالاتر نره، ولی باشون که صحبت میکنی، این ماجرای FATF و بقیه چیزا رو توضیح میدی، قبول میکنن که مشکل ایران مشکلی داخلیه و اصلا ربطی به انتخابات آمریکا نداره. اینه که واقعا پایان دادن به این وضعیت وظیفه خود مردم ایرانه و انتخابات آمریکا تأثیر چندانی نمیتونه داشته باشه روی روند تحولات جامعه. مرسی. به نظر من درسته که با ریاست جمهوری مجدد ترامپ شرایط اقتصادی مردم ایران با وجود تحریم ها ممکنه خیلی سخت‌تر هم بشه،
اما به دلیل ضدیت ترامپ علیه حکومت جمهوری اسلامی قطعا میتونه نقطه عطفی برای مبارزات سرنگون طلبانه مردم ایران، مردمی که از فقر و فلاکت و بیحقوقی به تنگ اومدن، علیه جمهوری اسلامی بشه. اما با وجود بر سر کار اومدن بایدن، متاسفانه جمهوری اسلامی مجددا کمی از لحاظ قدرت پمپاژ میشه و متاسفانه در مبارزات مردم ایران هم تأثیر منفی داره. به نظر من درسته که با بسیار خب حمید تقوایی دو نظر داشتیم، یکی از ایران بود که گفته بود وضع زندگی مردم ایران در ریشه در داخل ایران داره و خود حکومت هست، حتی مثال زده بود از هزینه هایی که به مزدوران جمهوری اسلامی داده میشه، حزب الله لبنان و غیره در سطح جهان، و اینکه جمهوری اسلامی تو لیست سیاه FATF هست و موارد دیگه ای گفته بود. اگر بایدن بیاد سر کار و وضعیت اقتصادی بهتر بشه، باز در نهایت سود و نفعش به جیب خود مقامات و سران نظام جمهوری اسلامی ره، نه به جیب مردم. یه دسته کوچیکی هستن که فکر میکنن با اومدن بایدن یه مقدار وضع بهتر میشه، ممکن دلار گرون نشه، که حتی با اونا هم صحبت میکنیم، توجیهشون میکنیم، قانع میشن که نه، مشکل در خود ایران هست و ربطی نداره به اینکه در جهان چه اتفاقی میفته. و ایشون از ایران تماس گرفته و فاکتور مهم رو برای تغییر خود مردم ایران میدونه. فایل صوتی دیگه‌ای که شنیدیم نظرش این بود که اگر ترامپ ادامه پیدا کنه، ادامه تحریم‌ها و فشار روی جمهوری اسلامی میتونه کمک بکنه به پیشروی اعتراضات، و اگر بایدن بیاد نقطه منفی هست برای اعتراضات مردم در ایران، چون که جمهوری اسلامی از لحاظ قدرت پمپاژ میشه. نظر شما در رابطه با این دو نظر چه هست؟ به نظر من شاید در مقطعی میشد این فاکتورها رو بالاخره در شرط سیاسی ایران وارد کرد و روش صحبت کرد، ولی امروز بعد از 96 و بعد از ریزش 98 دیگه به نظر من رابطه موقعیت جمهوری اسلامی در ایران یه چیز دیگه است. یعنی جامعه و حکومت الان قطبی روبروی هم ایستادن و مردم رسما اعلام کردن دشمن ما همینجاست. دیگه اون شرایطی که حالا ببینیم رابطه آمریکا چی کار کنه، دخیل ببندن به چیزی شبیه رژیم چنج و غیره، کلاً مردوده مردمش وقت اینا رو نمیگفت، ولی بالاخره نیروهای از اپوزیسیون راست بودن که گفتمانشون در شرایط اینا بود. اون موقعی که جنبش سبز به اصطلاح اصلاح طلبات تحت نام جنبش سبز حرکتی میکردن، اینها فکر میکردن خب خط استحاله اینطوری میتونه پیش بره و آمریکا و غرب هم اگه کمک کنه میتونیم مثلا تغییراتی در رژیم باعث بشیم، رفراندوم بشه، نمیدونم قانون اساسی نوشته بشه، اگه خاطرون باشه بس اینا بود. از 96 و مشخصا بعدن دیگه اوج 98، اوجگیری جنبش 98، این همی کناره، مردم در 98 اعلام کردن که جمهوری اسلامی نابود باید گرد. وقتی که قاسم سلیمانی آمریکا به خط رسوند، مردم جواب حکومت رو دادن. کرکوری های شبیه همین امروز رو میخوندن که شما قبلا اعلام کردید تو این برنامه، که بله ما میایم اعلام میکنیم، بله میکنیم موشک، رگبار موشکی و غیره. خب قاسم سلیمانی زدن، اتفاق نیفتاد و مردم هم ریختن تو خیابون عکس قاسم سلیمانی رو پاره کردن و آتیش زدن و جواب حکومت رو دادن. در این شرایط دیگه این که حالا بایدن میاد مثلا تحریم اقتصادی رو کم میکنه یا زیاد میکنه یا برجام دو رو میبندن و غیره، این فاکتور دیگه کاملا کنار زده شده است. به نظرم هر اتفاقی بیفته، مردم حتی از هر نوع به اصطلاح معامله یا سازش یا قرارداد جدید اگه بسته بشه استفاده میکنن برای اینکه بحث خودشون رو، اعتراض خودشون رو، جنگ خودشون رو به پیش ببرن. همینطور که الان شما نظر چند مخاطب ما رو اینجا عنوان کردید، فکر میکنم این نمونه خوبی از کل طرز تفکر بخش از وسیع جامعه که ریشه درد ما همینجاست. این رو مردم اعلام کردن، تو خیابونا رفتن فریاد زدن. همیشه آمریکا گفته، جمهوری اسلامی مدعی بوده فشارهای آمریکا شیطان بزرگ باعث شده و از خراب بشه و غیره، حتی کرونا رو به گردن تحریم‌های اقتصادی انداختن شیوعش در ایران، و مردم همیشه به این جواب دادن که اینطور نیست. به این معنا میخوام بگم جامعه از این نقطه گذر کرده که گویا میشه
تغییر سیاست آمریکای کلا غرب در رابطه با جمهوری اسلامی میتونه به کمک جمهوری اسلامی بیاد. این اتفاق نخواهد افتاد. هر شرطی بشه به نظر فقط آتش خشم و اعتراض مردم رو بیشتر شعله ور خواهد کرد. بسیار خب، قبل از اینکه شما نکتتون رو بگید، یکی از کاربران اینستاگرامی که به صورت زنده برنامه رو از طریق اینستاگرام دنبال میکنه نوشته که مردم ایران شدیداً از ترامپ دفاع میکنند. این یک واقعیت است، چون که از بایدن خوششون نمیاد، بوی اصلاحات میده. مردم رو واقعی تصور کنید، عاشق ترامپ شدن. یه رفراندوم گذاشته بشه از خاتمی هم بیشتر رأی میاره. این البته قبل از صحبت‌های شما بود، اگر کامنتی دارید میتونید کوتاه در رابطه با این نکته هم نظرتون رو بگید. ببینید، من میدونم نیروهای اپوزیسیون راست خیلی طرفدار ترامپ هن. در خود انتخابات آمریکا هم اپوزیسیون راست که نیروهاشون بیشتر در لس آنجلس آمریکا هستن، سعی کردن یه لابی‌های دفاع از ترامپ رو در مقابل بایدن تشکیل بدن. انعکاس این نشد تو بخشی از جامعه هم بتونید ببینید. ولی من معتقد نیستم اگر رفراندومی بذاریم به مردم میان به ترامپ رای میدن یا بیشتر فکر میکنن ترامپ بیاد فرجی در کارشون ایجاد میشه. ببینید، ترامپ 4 سال رئیس جمهور، وضع مردم بدتر و بدتر شده و مشخصا و به خصوص مبارزه مردم علیه این وضعیت ابعاد گسترده تری پیدا کرده. ترامپ هیچ وقت اعلام نکرده که علیه جمهوری اسلامی یا میخواد جمهوری اسلامی کنار بره. بحثش این نیست، میخواد شرایط جدید با شرایط جدیدی برجام رو منعقد کنه. حتی وعده داده اگر این کارو بکنید یه کاری میکنم که خیلی هم باثبات بشه اقتصادتون. ولی ترامپ هم داره کورکوری خودش رو میکنه. ولی در هر حال هیچ وقت ترامپ اعلام نکرده گویا در دفاع از مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ایستاده. هیچ دولت، بایدن هم این کار نخواهد کرد، اوباما هم این کارو نکرد. بنابراین این بله متفاوت خواهد بود سیاست های ترامپ و بایدن، ولی نه در این سطحی که گویا به کمک مردم ایران خواهند شتافت یا تغییرات ایجاد میشه که به نفع مردم ایرانه. این هم بگم، بایدن در جریان کمپین انتخاباتیش گفت که ما دوباره سر برجام به همون شیوه قبل بر نمیگردیم، مذاکرات جدیدی رو میذاریم دست. یعنی همونطوری که گفتم شرط کاملا متفاوت نسبت به 4 سال قبل و نباید تصور کرد که اومدن بایدن به این معنا هست که حالا از نظر اقتصادی قرار خیلی ایران گلستان بشه. گرچه در همون اوج برجام هم اینطور نشد. پولایی که اون موقع به ایران تحویل داد دولت اوباما چیزیش مردم تغییر در زندگیشون ندادن، که برعکس دزدی ها و فساد بیشتر شد و وضع مردم بدتر شد و به همین خاطر جنبش 96 پاسخی به اون بود. میخوام بگم همه این فاکتور که در نظر بگیرید، این که یک بخشی از جامعه یا شاید بخش بیشتری از اون چیزی که مثلا در دوره اوباما بود الان طرفدار ترامپ هست، ممکنه اینطور باشه، ولی به طور عینی و واقعی فاکتور رابطه با آمریکا فاکتور تعیین کننده بیشتر در شرایط ایران نیست. فاکتوری که مهمه یک جامعه به پا خواسته ای که این حکومت جمهوری اسلامی نمیپذیره و به نظرن این فاکتوری که الان شما اگر آمریکا رو کنار بذارید ببینید در سیاست دولت‌های اروپایی که پای برجام بودن اینو دارید می‌بینید، بیشتر دارن از نقض حقوق بشر صحبت می‌کنن در ایران، بیشتر دارن از اعدام‌ها به اعدام‌ها اعتراض می‌کنن. ظریف و بعد از اعدام افکاری ظریف رو می‌دید به اروپا راه ندادن. 47 کشور اومدن علیه جمهوری اسلامی بیانیه مشترک دادن. این اتفاقات هیچ ربطی به رابطه بایدن و ترامپ و غیره نداره. وضعیتی است که مردم ایران به نظر من مبارزات در ایران تحمیل کرده به دولت‌های غربی و به نظر من این فاکتور مهمه. خب یه مقدار مثل که بحث داغ شده، مخاطبینی که طرفدار این هستند که ترامپ بهتر رئیس جمهور بشه چون فشار حداکثری رو جمهوری اسلامی گذاشته میشه و ادامه پیدا میکنه، مرتب دارن پیام میدن. یکی دیگه از مخاطبین ما در همین کمپ نوشته که خواست بخش وسیعی از مردم ایران ادامه دولت ترامپ هست به خاطر فشار گذاشتن روی جمهوری اسلامی و این مکمل و اون روی موضع بایکوت سیاسی جمهوری و آن روی موضع بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی هست که توسط حزب شما گرفته شده. پس چرا این خواست مردم رو که کمک میکنه به فشار روی جمهوری اسلامی رو نفی میکنید و با اون موافق نیستید؟ نکته خوبی رو گفته این دوست ما.
ببینید بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی میتونه تاثیرگذار باشه، به این معنا نه اینکه بخواد دولت غربی جمهوری اسلامی کنار بزنه، هیچ دولت پایین نمیاد، ولی هر درجه فشار سیاسی، تحریم سیاسی، ورزشی، فرهنگی، هنری جمهوری اسلامی در سطح جهانی، این یک چراغ سبزی است به مردم ایران، به این معنا که بلند بشید و این حکومت رو بندازید. این حکومت رو دنیا به رسمیت نمیشناسه، به همین خاطر ما بر این اتکا میکنیم. بحث بایکوت اقتصادی و تحریم اقتصادی برعکس این رو مخدوش میکنه. ممکنه یک دولتی که در شرف سرنگونی باشه تحریم اقتصادیش هم مردم بخوان و کمکم بکنه به مبارزتشون، ولی اساس کار این هست که این حکومت جمهوری اسلامی نباید به وسیله دنیا به رسمیت شناخته بشه، در حالی که نه دولت ترامپ پایینه، نه دولت اگر بایدن بیاد بایدن پایین خواهد بود، نه دولت اروپایی. این امر من به نظر پیام مردم ایران به مردم جهان، به سازمان‌های بین‌المللی، به دولت‌ها باید این باشه که این حکومت قاتل ما مردمه، نماینده ما نیست، اون رو به عنوان حکومت ایران به رسمیت نشناسید. این نکته‌ای که حزب ما داره روش میکوبه و پرچمش رو بلند کرده و این به نظر من جوابه. ما به سادگی میگیم بله ترامپ بیاد، بایدن بیاد، هر دولتی بیاد، بحث ما فرقی نمیکنه. ما میگیم جمهوری اسلامی نباید به عنوان حکومت ایران به رسمیت بشناسید، به این دلیل ساده که مردم ایران نمایندگی نمیکنه. نه تنها مردم ایران نمایندگی نمیکنه، بلکه قاتل مردم، اینو دیگه همه دنیا میدونه. به این معنا اساس اینجاست، اون سیاست رادیکالی که میتونه به صورت دولت ها یا نهادهای بین المللی میتونن اتخاذ کنن برای اینکه کمکی باشه به نفع مبارزات مردم ایران به رسمیت نشناختن جمهوری اسلامی، این با تحریم اقتصادی فرق میکنه. میبینید الان 4 سال ترامپ اومده، از قبل از اونم تحریم های دیگه بود، جمهوری اسلامی زیر بار تحریم فشارش هم به دوش مردم اومده، اون که خرج سپاه و حتی ماجراجویی منطقیشو که کم نکرده، بخور و دزدیاشون هم سر جای خودشه. بنابراین جمهوری اسلامی کارشو داره میکنه. اون چیزی که میتونه واقعا کمک کنه تحریم و بایکوت سیاسی جمهوری اسلامیه و به نظر من این رو باید مردم خواستار این باید باشن، حالا چه بایدن بیاد، چه ترامپ تمدید بشه، چه هر کسی دیگه، مردم باید این رو در مقابلشون قرار بده. بسیار خوب، نظرات همچنان در حین صحبت‌های شما داره میاد، اما همینجا نگه می‌داریم بلکه یه استراحت کوتاهی هم بکنیم و برگردیم به ادامه برنامه، بریم سراغ کرکری خوندن ترامپ، ببینیم ترامپ چجوری برای بایدن کرکری می‌خونه و بعد برگردیم رو برنامه رو ادامه بدیم. از اتاق فرمان خواهش می‌کنم که تصاویر رو آماده کنن که ما اینجا به ادامه برنامه هم بعدش بپردازیم. For a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. Because you know what happened? They knew they couldn't win. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock. بسیار خب، برمیگردیم به استدیو پخش مستقیم. حدود 25 دقیقه دیگه از این برنامه فرصت باقی مونده. اگر شمایی که از طریق یوتیوب، از طریق اینستاگرام، از طریق توییتر یا فیسبوک این برنامه رو میبینید، اگر نظری دارید مثل بینندگان قبلی و یا سوالی دارید میتونید برای ما ارسال بکنید. شماره تلفن 2046-739-6814-38 در تلگرام، واتساپ و سیگنال منتظر شما هستیم. خب میسم، صحبت از تهدید آمریکا توسط سران سپاه کردی، خوبه یه مقداری در رابطه با اینکه نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی راجع به این تهدیدها چی بودن یه صحبتی بکنیم که ببینیم آیا کاربران شبکه‌های اجتماعی سران سپاه رو به حال خودشون رها کردن و یا اینکه نه واکنش نشون دادن. خب طبیعتاً از همون لحظه‌ای که خبر رونمایی از این موشک و این تهدیدا توی مدیای اجتماعی منتشر شد، کاربران مدیای اجتماعی فوراً گفتن این واکنشی است به
انتخابات آمریکا این تهدیدی هست برای امتیاز خریدن یا چیزی شبیه به اینکه جمهوری اسلامی در انجام میده. بنابراین به سرعت شروع کردن به افشا کردن جمهوری اسلامی، حمله کردن بهش، تمسخر به تمسخر گرفتن این حمله های موشکی، همونجوری که امیر تقوی اشاره کرد وقتی قاسم سلیمانی رو زدن با این همه سر و صدایی که به راه انداختن عملا و در واقعیت اتفاقی نیفتاد و کاربران مقایسه میکردن این دو تا تهدید رو با هم دیگه که اینا از یه جنسن، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این تهدیدها. اما نکته‌ای که جالب بود حمله سازمان یافته خود ایادی جمهوری اسلامی توی مدیای اجتماعی بود، رسما و علنا نیروهای نزدیک به اونا حمله موشکی جمهوری اسلامی رو، یعنی رونمایی از موشک رو، پاسخی به انتخابات آمریکا میدونن، تا جایی که کاربران علنی مدافع جمهوری اسلامی هیچ ابایی ندارن از این که بگن. به طور مثال یکی از کاربران اومده فامیلی جعفری است، گفته که رونمایی از شهر موشکی در شب توافق برجام و رونمایی از رگبار موشکی در روز انتخابات آمریکا نشان می‌دهد سیاست و مشی جمهوری اسلامی در قبال آمریکا هیچگاه تغییری نمی‌کند. شیرین به همین صراحت حمله موشکی رو برای تهدید پاسخی به انتخابات آمریکا می‌دونست. اما مخالفین جمهوری اسلامی، اپوزیسیون، سرنگونی طلب‌ها، افرادی که همه جا هستن که از خجالت جمهوری اسلامی هم در اومدن، در اولین واکنشی که خیلی هم سر و صدا کرد و خیلی مورد استقبال واقع شد، فورا مقایسه شد چنین رونمایی از موشکی با موقعی که برجام رو به اصطلاح امضا کردن جمهوری اسلامی، که جناح راست جمهوری اسلامی برای اینکه به اصلاح طلبینش و اون کسایی که حکومت رو پای مذاکره برده بودن و به نوعی پیش قدم این قضیه بودن با موشک تهدید کرده بودن این جناح رو، جناح ظریف و روحانی و این دار و دستشون، و تشبیه شده بود چنین اتفاقی که امروز افتاده با اون واقعه. اما مسئله بعدی هم که وجود داشت، بخش زیادی از کاربران داشتن این رونمایی از موشک و این تهدیداتی که مثلا امیرعلی حاجی زاده داشت و اون طوفان توییتری که راه انداختن، داشتن به نوعی میگفتن این داره فضا سازی میکنه برای تهدیدهای منطقه‌ای که بخوان کاری رو توی منطقه انجام بدن، که به طور مثال یکی از کاربران اشاره میکنه که اگر بایدن بیاد یا هر کسی بیاد بخواد کمی با این نیروها سازش بکنه، نتیجهش این میشه توی منطقه بمب‌ها و موشک‌های بیشتری به سر مردم بی‌گناه انداخته میشه. بسیار خوب، یه نظر در واقع نوشتاری هم داریم در همین زمینه برای ما ارسال شده، این رو هم من بگم با توجه به که نظرات زیاده، امیدوارم همه رو بتونیم پوشش بدیم. سمین نوشته با سلام، اینجا برای مردم نسبت به انتخابات آمریکا فقط از منظر تأثیرش روی بقای جمهوری اسلامی مهم هست و دنبال کردن مواضع و اهداف سیاسی طرفین زیاد جایی در گفتمان مردم نداره، بلکه همه از این منظر که پیروزی کدوم فرد باعث میشه فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر بشه و به سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی سرعت بده مهمه. مردم در اینجا در ایران حل هیچ مشکل و یا بحرانی رو حاصل از پیروزی ترامپ یا بایدن نمیدونن، بلکه ریشه حل مسائل رو سقوط جمهوری اسلامی میدونن و اینجا برای هر کدوم که به سقوط جمهوری اسلامی سرعت بیشتری بده آرزوی موفقیت در انتخابات میکنن. و از این منظر میشه گفت ترامپ با توجه به سیاست‌های سختگیرانه بیشتری که این سال‌های اخیر نسبت به جمهوری اسلامی داشته و همچنین کشتن قاسم سلیمانی به عنوان یکی از منفورترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی، دارای حمایت بیشتری بین مردم هست. دغدغه واقعی و اساسی همه مردم اینجا تنها و تنها سرنگونی جمهوری اسلامی و خلاصی از دست این حکومت دزد و جنایتکار اسلامی هست. حمید تقوایی هم یه نظر دیگه بود، اما در مورد این تهدیدهایی که مقامات نظامی و امنیتی و سپاه کردن رو به انتخابات آمریکا و رو به دولت آمریکا، شما چه نظری دارید؟ این مسخره است، پوشالی، آدم یاد دونکی شد میفته.
برید تو یه گوشه دنیا تو آمریکا داره انتخابات میشه، اینا موشک میندازن این ور اونور. بعد میگن این جواب ما به انتخابات، من نمیدونم چه جور جواب به کدوم انتخابات. اینا وقتی اون سردار ملیشون و سردار اسلامیشون آمریکا زد، هیچ کاری نکردن. برعکس رفتن یه هواپیما رو زدن، مسافرین هواپیمای بیگناه رو کشتن. این جوابشون بود. حالا در رابطه با انتخابات میخوان رگبار موشکی منوس علیکی را بندازن. میخوام بگم قضیه کاملا توخالی پوشالی جوک مسخره است و مردم ایران اینو میدونن، خود سردار سپاه هم که این هارت و پورتا رو میکنن میدونن. تمام این هارت و پورتا رو بر به اصطلاح میخواد زمینه بسازه که اگر بایدن بیاد اینا الان دلشون رو صابون زدن که برن بشینن مذاکراتی را بندازن دوباره مگه برجام را بیفته. باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی واقعا دیگه هیچ چاره‌ای واسش نمونده، داره به اون طرف میره که باید مثلا چند کیلو اسکناس مردم ببرن یه دونه تخم مرغ بخرن. قضیه داره اینطوری میشه، یعنی اقتصاد کاملا داره اصلا میپاشه و بنابراین این مسئله عاجل براشون این است که به نحوی به توافقی برسن که مسئله الان فصل بشه. موشک پراکنی ها ظاهر سازی همونطور که موقعی که برجام امضا کردن خب همه میدونیم با توافق کامل خامنه ای بود، با رضایت خامنه ای بود، حتی مذاکرات رو دونه دونه به خامنه ای گزارش میدادن، ازش رهنمود میکردن، میگرفتن. همون موقع هم خامنه ای میگفت که مذاکره با شیطان بزرگ به ضرر ماست، به نفع ما نیست و غیره. این نقشیه که همیشه جمهوری اسلامی داشته. به نظر من همونطور که من گفتم تجربه ای که مردم ایران کردن به خصوص در 98 دیگه همه اینها رو بی‌معنی کرده. اگر این حکومت اهل این بود که موشک باران کنه، عادتا باید بعد از کشته شدن سردار ملیشون این کارو میکردن، که دیدیم هیچ غلطی نکرد جمهوری اسلامی و رفت برعکس هواپیمای مسافران ایرانی رو هوای ایران زد و ساقط کرد. خب این نوع به اصطلاح خطونشون کشیدن ها فقط باعث تمسخر و جوک و مسخره کردن مردم خواهد شد. بسیار خب، یه مقداری باید کوتاه کنیم چون پیام زیاد داریم و هرچی برنامه میره جلوتر ظاهرا چالشی تر میشه برای یه سری از مخاطبینمون. رضا نوشته سلام، به نظر آقای تقوایی برای روی کار اومدن بایدن، یه مقدار فکر کنم تونتون این دوستمون نوشته به نظر آقای تقوایی یعنی روی کار اومدن بایدن موجب این نمیشه که فشار فعلی از جمهوری اسلامی برداشته بشه و این منجر به تقویت جمهوری اسلامی حتی به صورت موقت خواهد شد و مردم از این ناراحت میشن. این رو هم کوتاه جواب بدیم و بریم سراغ بخش بعدی. ببینید مسئله این است که این یک معادله خطی یک به یک نیست که بله بایدن میاد فشار از رو جمهوری اسلامی برداشته میشه جمهوری اسلامی وضعش بهتر میشه. برعکس، حتی اگر بایدن بیاد و برجام ببنده بیشتر معلوم میشه که برجام درد یا دوا نمیکنه. مردم این بهانه از جمهوری اسلامی گرفته میشه که الان دیگه کرونا رو هم به گردن تحریم اقتصادی انداختن. اینا میدونم مردم اینا واسه شون پوچه، ولی در اون شرایط معلوم میشه اگر این تحت فشار حد اکثری برداشته بشه مطمئن باشید بحران اقتصادی سیاسی همه جانبه جمهوری اسلامی تخفیف نخواهد یافت که تشدید هم خواهد شد، برای اینکه مردم دیگه هیچ نوع بهانه ای و هیچ نوع زمینه ای در دست جمهوری اسلامی نمیمونه برای اینکه بگه من چون دارم با شیطان رجیم با شیطان بزرگ میجنگم وضعم اینطوره. میخوام بگم این قضیه چند جانبه است، فقط این نیست که بایدن میاد. تازه بر فرض اینکه بایدن بیاد برجام از سر بگیره، که این خیلی بعیدم تو گفتم شرایط امروز کاملا متفاوته، به ضرر جمهوری اسلامی تغییر کرده، ولی حتی این هم اگر در نظر نگیریم مثل 96 میشه. این دوستمون باید به خاطر بیاره که 96 در اوج برجام مردم در اون صدور ریختن خیابون. برجام جمهوری اسلامی رو تقویت نکرد که هیچ، باعث شد که مردم ببینن با برجام بدون برجام به گرسنه‌ان، معیشتشون تامین نمیشه و بری خیابون میریزن. الان هم باز به نظر همین اتفاق میفته. بسیار خوب، برنامه رو ادامه میدیم با یه گزارش تصویری از اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران در ایران به طور مشخص با شعار دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، که
در واقع شعاری بود در مقابل جمهوری اسلامی که حمید تقوی شما هم اشاره کردید، هر چیزی که اتفاق میفته میندازن گردن آمریکا و میندازن گردن دولت‌های غربی. بریم این گزارش کوتاه تصویر رو ببینیم، اتاق فرمان یه مقدار با من همراهی بیشتری بکنن و بعد برمیگردیم برنامه رو ادامه بدیم. حریم دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجا. 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 دروغ میگن آمریکاست، ما همینجا. دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجا. دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجا. دروغ میگن آمریکا، ما همینجا. دروغ میگن آمریکا. بسیار خوب، میرسیم به بخشی که میخوایم در واقع ببینیم موضع ما چه هست و چه موضعی باید گرفت در مقابل این وقایع انتخابات آمریکا و همچنین مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی، مردمی که با شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد تعیین تکلیف کردن با حکومتی که فقر و فلاکت رو به مردم ایران تحمیل کرده، بی حقوقی های وسیعی رو به مردم ایران تحمیل کرده، خشونت و جنایت رو قانونی کرده و سرکوب های سازماندهی شده حکومتی رو و اشکال مختلف به کار میبره که مردم رو ساکت کنه. اما مردمی که ساکت نشدن توی 40 سال گذشته، 41 سال گذشته ساکت نمیشن و به اشکال مختلف میخوان اعتراض خودشون رو نشون بدن. در آستانه خیزش آبان 98 هم هستیم. بیش از هر زمانی جمهوری اسلامی هراس داره از شروع اعتراضات و طوفانی که خودش میگه در راه هست. در این شرایطی که قرار گرفتیم میخوایم ببینیم که ما باید چه موضعی بگیریم. حالا یه سری میزنیم به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی و بعد برمیگردیم گفتگو رو با حمید تقوایی ادامه میدیم که ببینیم در این موقعیت چه باید کرد. میسم نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم خوب بررسی کنیم و بعد بریم سراغ فایل‌های صوتی که برای ما ارسال شده و گفتگومون رو با حمید تقوایی ادامه خواهیم داد. خب شیرین، با توجه به اینکه وقت کوتاه هست، فقط بسنده می‌کنیم به دو تا از نظراتی که بود به نظر من خصلت نما هستن از بحث‌هایی که داغ بود توی مدیای اجتماعی. مورد اول کاربری که در یه جورایی از اون تیپ آدما که اگر بایدن بیاید با جمهوری اسلامی سازش میکند و فلان و فلان میشد، اما نکات خوبی را هم در پیامش نوشته که من اینجا قرائتش میکنم. رو به جوانان ایرانی گفته فکر نکنین اگر بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شد و آمریکا به برجام برگشت و نفت ایران فروش رفت، پولش میاد سر سفره شماها. این پول باتون میشه میخوره به کمرتون، گلوله میشه میخوره به قلبتون، موشک میشه میخوره به هواپیمای حامل هموطناتون. خب این خیلی شبیه بود به پیام هایی که تو اشاره کردی بهشون. به طور همزمان مخاطبین برنامه میگفتن و سوالاتی که از حمید تقوایی پرسیدن. اما یک گرایش دیگه که به نوعی میشه گفت غالب بود داخل مدیای اجتماعی، گرایشی بود که مستقل از این که کی بیاد، اون دعوای جمهوری اسلامی و مردم رو، اون جدالشون رو بر سر سرنگونی جمهوری اسلامی عمده میکرد. به طور مثال سردار پاشایی میگه برای مادر نوید و فرزاد انتخاب بایدن یا ترامپ هیچ تفاوتی نخواهد داشت، دادخواهی فرزند بیگناهشان از جانیان همچنان ادامه خواهد داشت. این تیپ از افراد و کاربران دائما روی مبارزات مردم، خواست محاکمه جمهوری اسلامی و اینکه مستقل از اینکه چه بشود و چه نشود در آمریکا یا هر جای دیگه آبان ادامه دارد. بسیار خوب، میسم خوب بود این نظرات هم بررسی کردیم. اما فکر میکنم از اتاق فرمان مرتب به من اشاره میکنن که نظرات نوشتاری داره میاد. مخاطبمون رضا که قبل از نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی من نظرش رو خوندم ادامه داده و گفته که خب همین دموکرات ها و اوباما و بایدن بودند که
میلیاردها دلار مردم ایران رو به جمهوری اسلامی دادند و جمهوری اسلامی همه اون پول رو خودش و همپیمانانش در خاورمیانه خرج کرد، تقویت کرد، اینطوری نوشته. الان هم با روی کار اومدن بایدن میتونه به شکل دیگه این مسئله تکرار بشه و ندیدن این مسئله از طرف شما یک نقطه ضعف هست. حمید تقوایی، این رو هم لطفاً جواب بدید که بریم سراغ نظرات صوتی. ببینید، من توضیح دادم این رو، من از این دوستون میپرسم، بله اومد اوباما اون کارو کرد، آیا باعث شد که 96 اتفاق نیفته، 98 اتفاق نیفته؟ تقویت جمهوری اسلامی، اگر اون پول رو میومد جمهوری اسلامی لاقل یک بخشش رو خرج مردم میکرد و میگفت بسا خط استعاله رو پیش بود، میشد گفت که به این ترتیب عقب افتاده مبارزه مردم، ولی اتفاق که نیفتاد، به قول خود ایشون رفت پول خرج فعالیت های توریستی و همدستای توریستش در منطقه کرد، مردم بی نصیب موندن و همین باعث شد. در بیرید مهم اینه که در اوج برجام که روحانی همه حکومت میگفتن بله برجام قرار بیاد تدبیر و امید هست و قراره بیاد وضع مردم بهتر کنه، مردم دیدن وضعشون داره بدتر میشه، بهتر نشده که چه بدتر شده، و همین زمینه خیزش 96 و بعد 98 شد. به این معنی میخوام بگم بنابراین این فاکتور جایی نداره، تعیین کننده نیست. نکته بعدی اینه که فکر نکنید دوره برجام اتفاق میفته و دوباره با چند میلیارد دلار میرن میزنن تو جیب جمهوری اسلامی. همونطور که گفتم شرایط کاملا متفاوته. الان جمهوری اسلامی بسیار رسواست در دنیا، دولت‌ها چه در اروپا چه در آمریکا به راحتی نمیتونن بیان همون مناسبات رو برقرار کنن، برای اینکه زیر فشار افکار عمومی و زیر فشار مبارزات و اعتراضات در خود ایران و در خود کشور خودشون قرار دارن، کما اینکه بی سابقه بودی که 47 کشور اروپایی، تازه اروپایی‌هایی هم که مثلا سیاست بایدن رو دارن دیگه در رابطه با ایران، سیاست ترامپ رو ندارن، 47 کشور اومدن یه ماه گذشته، نزدیک یک ماه خورده گذشته بعد از اعدام نوید افکاری محکوم کردن این کار جمهوری اسلامی، اعتراض کردن. سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل اومد موضع گرفت. در این شرایط دیگه برجام حتی از طرف اروپایی هم قابل تکرار نیست. ولی حتی اگر هم چنین باشه، حتی اگر هم فکر کنیم عیناً 4 سال قبل میرن برجام دیگه میبندن، موقعیت جمهوری اسلامی تو منطقه و تو ایران دیگه اون نیست. مردم دیگه با این چیزا آروم نمیگیرن، همونطور که خیلی از کاربران پیام دادن. به همین خاطر من فکر میکنم اون چیزی که سیاست فعالی مردم باید داشته باشن، چه بایدن باشه چه ترامپ چه هر دولت دیگری، همونطور که گفتم این هست که جمهوری اسلامی و عنوان حکومت ایران به رسمیت نشناسید، این هست که کمک میکنه، این هست که باعث میشه اعتراضات مردم بتونه کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنه و در خدمت اعتراضات مردم قرار بگیره. وگرنه مناسبات اقتصادی، برجام یا بدون برجام و غیره، اگر تحریما کمتر بشه پولش میره رو دست مفقرهای حاکم، به مردم چیزی نمیرسه، تحریما شدیدتر بشه گرسنگی و فقر بیشتر میشه. از هر نظر نگاه کنید تحریم اقتصادی جواب نیست، بلکه تحریم و بایکوت سیاسی جواب. بله، از اتاق فرمان اشاره میکنن که خوب برگردیم به رأی ترامپ و بایدن، هم یه نظری داشته باشیم اگر روی اسکرین ببینید. تا لحظاتی دیگه اینطور نشون داده میشه که جو بایدن با بردن رأی ایالت ویسکانسین بیشترین رأی کالج الکترال رو به خودش اختصاص داده، 248 رأی رو به خودش اختصاص داده، در حالی که ترامپ 214 رأی رو به خودش اختصاص داده. فعلا بایدن جلو هست، ولی همچنان نظر انتخابات قطعی نیست که چه کسی رئیس جمهور خواهد بود. اما برمیگردیم به فایل های صوتی که برای ما ارسال شده از طریق مخاطبین این برنامه، گوش میدیم. نظرات صوتی رو حدوداً 10 دقیقه تا پایان برنامه هم اگر اشتباه نکنم فرصت باقی داریم. نظرات صوتی بینندگان، بله 6 دقیقه فرصت داریم. اتاق فرمان اعلام میکنن، نظرات رو میشنویم و برمیگردیم. امسال شاید بگم خیلی خیلی پرهیجان‌تر از همیشه نشستن، مردم ایران انتخابات آمریکا رو دنبال میکنن. شاید از دیشب نخوابیدم، مثل خود من از دیشب نخوابیدم هنوز تا الان که ببینم کی رأی میاره، ترامپ یا بایدن.
خب ماها که برانداز هستیم بیشتر تمایل داریم ترامپ رای بیاره، چون نمیخوایم برگردیم به زمان گذشته، برگردیم به زبان اوباما. ولی اینطوری هم نیست که اگه بایدن رای بیاره حتما دلار میاد قیمتش پایین. این واقعا یه اشتباهی که خیلی از ایرانی ها میکنن که فکر میکنن اگه بایدن رای بیاره یعنی تمام شده است، ما میره سر برجام، وضعیت مردم اوکی میشه. نه، هیچ اینطوری نیست، چون تحریما یه سری مسائل خاص خودشو داره که یه نفر نمیتونه بیاد دیگه بای تمام شد. ولی اینکه ترامپ بیاره، خب ترامپ دست ایرانو کامل بسته، همه ما منتظر فروپاشی هست. همونطور که اقتصادمون در حال واقعا فروپاشیه، بیشتر تمایل ما ترامپ موندن ترامپه که این فشار خیلی بیشتر بشه، حد اکثر بشه. من به عنوان یک ایرانی که تو ایران زندگی میکنم و شدیدن تحت فشار هستم، خیلی وضعیت مالی، وضعیت اجتماعی خیلی خیلی پایینی دارم، ولی باز حاضرم این فشار رو تحمل کنم تا بتونم به یه نتیجه‌ای برسم. و رأی ما هم اکثرا ترامپه. اینکه یکی از خوبیای ترامپ اینه که کشور رو محدود کرده برای حمایت از تروریست. خب این خودش خیلی خوبه و مطمئنم بایدن بیاد به خاطر سوابقی که دارن دموکرات‌ها، خب خیلی راحت‌تر میتونن ایرانیا رو توی خاورمیانه تروریست رو گسترش بدن. این نظر یکی از کسایی که تو ایران داره زندگی میکنه و واقعا برای شرایط خیلی سختیه و آرزو میکنم که ترامپ باشه. و البته اینم نمیشه گفت فقط ترامپ میتونه اوضاع رو عوض کنه. اتحاد ما خودمون تو ایران هم باید کاری بکنیم، باید تلاش کنیم برای عوض شدن نظام، براندازی این نظام. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. در ایران شرایط هستی برای خیلی از مردم و بیشتر از اون برای حاکمان رژیم بنیادگرای اسلامی این مسئله انتخابات آمریکا مهم شده. البته رژیم طبق معمول وارونه گویی میکنه و وانمود میکنه که دغدغه در مورد انتخابات نداره. مردم ایران هم خب به خاطر ماهیت مادون سرمایه‌داری این رژیم که از ابتدا از زمان کارتر و خمینی به عنوان یه زائده مادون سرمایه‌داری از مناسبات جهان سرمایه و مناسبات جنگ سرد، این تروریسم اسلامی در قالب این رژیم ایجاد شد به خاطر ماهیت مادون سرمایه داریش و وابستگی به دلار و رزق و ارتزاق روزانه مردم که وابسته به تحولات اقتصاد جهانی هستش. مردم حساسیتی دارند و همچنین نسبت به سرنوشت رژیم و تجربه اوباما که مثل یک رئیس جمهور ولایت مدار زیر بغل خامنه‌ای رو میگرفت. فقط ترس مردم از این هستش به نظر من، اطرافیانم اینطوری دیدم، که از اینکه اون تجربه اوباما و یک کاخ سفید ولایی و ولایت دوست تکرار بشه. ولی اون تجربه تکرار نمیشه اگر ترامپ باشه، که ما به عنوان نیروهای چپ، به عنوان اینکه در سیر مراحل تطور تاریخی از ایجاد سرمایه‌داری و بورژوازی و عبور از این رژیم مادون سرمایه‌داری حمایت میکنیم، طبعا دوست داریم ترامپ انتخاب بشه به رژیم فشار بیاره. اما اگر هم بایدن بیاد، چه بسا این رژیم در اون سیستم تعامل با جهان سرمایه و دموکراتیک بیشتر تعادلش رو از دست بده و زودتر سرنگون بشه. بدرود، شب شما بخیر. اینجا حالا کسایی که کمتر اطلاع دارن میگن که حالا بایدن اگر بیاد وضعیت مملکت درست میشه، ولی خب حالا ما و بازاری ها همچه عقیده ای نداریم. اینکه بایدن بخواد قبول بشه یا که ترامپ قبول بشه فرق با حال مملکت ما نمی کنه، مشکل داخل مملکت ماست. وگرنه اگه بایدن هم بشه، حالا تحریم ها هم گیریم که بردارن، پول هم بیاد داخل مملکت، بازم خرج ملت نمیشه، بازم همون آشه همون کاسه هست. فقط یه جو روانی درست کردن، این که ترامپ یه دفعه از 118 رأیش رسید به 213 هزار تومان گرون شد دلار، بایدن رفت بالا
بازار کساد شد. این که اینا فقط جو روانیه، فقط یعنی جز حرف چیز بیشتر از حرف نیست، جز بیشتر یه عقیده غلط نیست، اینا همش جو روانیه به نظر من. و نظر اکثریت اینه که هیچ فرق حال ملت نمی کنه، فقط بایدن و ترامپ یه حرف بیشتر نیست که بخواد تحریم باشیم یا نباشیم. اینجا با سلام، باید بگم متاسفانه خیلی از مردم هستن که منتظر برنده آخرین نتیجه انتخابات آمریکا هستن که ببینن آیا تاثیر انتخابات اخیر آمریکا چه تاثیری بر روی شرایط اقتصادی و سیاسی ایران خواهد گذاشت. پس انتخابات اخیر سوالی که در مورد نتیجه انتخابات آمریکا روی مبارزات مردم ایران و جمهوری اسلامی و فضای سیاسی ایران چه تاثیری خواهد گذاشت توجه چندانی ندارن. باید بگم که شرایط اقتصادی و سیاسی ایران هیچ دخالتی و هیچ ارتباطی در انتخابات اخیر که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا نخواهد داشت. تجربه این چند دهه رو به ما نشان میده. متاسفانه اشخاصی که هیچ آلترناتیو یا بخوامق شرایط راهی برای مبارزه، برای به دست آوردن یک انقلاب مردمی و هماهنگی خواهند داشت، نه با چشم امید و انتظار بخوام کمک های خارجی یا امپریالیست یا غربی باشیم. تنها راه مبارزه است اتحاد بین طبقات، بین طبقات فرمی دست و رنجبر، طبقاتی که سالها بین تحریم های آمریکا و فشار ارتجاع حاکم جمهوری اسلامی بر ملت وارد کردن، از این دو راه باید خلاص بشن. اولین راه، راه اتحاد مبارزه بر علیه سیستم حاکم ارتجاعی هست که با سیاست های غلطش منابع طبیعی و انسانی و مادی خیلی زیادی داره به چپاول میده. ما نباید منتظر باشیم که از خارج مرزهای ایران کمکی به ملت برسه. ما داریم از تجربه چند دهه استفاده میکنیم. آیا رژیم چنج یا همین تغییر حاکمیتی که در افغانستان و عراق اتفاق افتاد آیا تأثیر در روند یا بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی مردم داشته یا نه؟ خیر. پس این سوال، این مسئله باید به راحتی در همین موضوع کاملا رفع و رجوع بشه. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. در رابطه با انتخابات آمریکا و تأثیر اون بر مبارزات مردم، باید بگم که به نظر من این انتخابات تأثیری در جنبش سرنگونی نخواهد داشت. شاید عمر جمهوری اسلامی رو کمی طولانی تر بکنه، اما هدف مردم که سرنگونی جمهوری اسلامی هست رو تغییر نخواهد داد. این مبارزات در 4 سال اخیر شکل نگرفته، بلکه 14 است مردم علیه فقر و فلاکت و بیکاری، بیماری، مشکلاتی مثل زندان، شکنجه، اعدام، سنگسار دارن مبارزه میکنن و علیه این مسائلی که مسببش جمهوری اسلامی هست و هدف اصلی مردم سرنگونی حکومت هست و این رو بارها بارها در سالهای اخیر در خیابونها فریاد زدن که جمهوری اسلامی نمیخواد. بنابراین انتخاب هر رئیس جمهوری در آمریکا جنبش سرنگونی و دادخواهی مردم رو در واقع تغییر نخواهد داد. شاید تأثیر کوتاهی بر جمهوری اسلامی داشته باشه این انتخابات، اما در واقع هدف اصلی که سرنگونی جمهوری اسلامی هست مشخصه در بین مردم، چرا که همه خواهان ترامپ هستن، چرا تنها به یک دلیل، چرا که فشار حداکثری آورده بر جمهوری اسلامی و این هدف مردم رو میرسونه، خواست اصلی مردم رو میرسونه که سرنگونی جمهوری اسلامی هست. بنابراین مبارزات مردم در هر صورت ادامه خواهد داشت تا سرنگونی جمهوری اسلامی. از ایران پیام میدم، چه بایدن چه ترامپ ما براندازیم.
بله، برمیگرده به استودیو پخش مستقیم. نظرات رو به صورت صوتی شنیدیم از طرف مخاطبین این برنامه. سعید هم یه پیام نوشتاری فرستاده: با سلام، برخی افرادی که با اونا ارتباط دارم میگن با وجود اینکه مشکل اصلی در ایران آخوندا و آیت الله های میلیاردر غیره هستن، ولی ترجیح میدیم فردی رئیس جمهور آمریکا بشه که بیشترین فشار ممکن رو به جمهوری اسلامی میاره. به خاطر همین بخش های زیادی از بدنه جامعه به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی طرفدار پیروزی ترامپ هستن. اما همونطور که قبل تر هم اشاره کردم، تنها امر سرنگونی جمهوری اسلامی و تحت فشار قرار دادن این حکومت است. احتمالاً پیام قبلی هم این دوستمون داشتن. در پیام‌های صوتی یکی از دوستان از ایران نوشته، گفته بود که من تا صبح نخوابیدم، برانداز هستم، میخوام ترامپ رأی بیاره، هرچند میدونم خیلی فرقی نداره به اینکه کی بیاد کی نیاد، ولی چون ترامپ جمهوری اسلامی رو محکوم کرده به حمایت از تروریسم برای ما مهمه. یکی دیگه از مخاطبین از ایران به عنوان یک فعال چپ گفته که جمهوری اسلامی زائده سرمایه داری هست، ترامپ بشه رئیس جمهور بیشتر به جمهوری اسلامی فشار میاره، کما اینکه ممکنه بایدن اگر رئیس جمهور بشه در جمهوری اسلامی در تعامل با جهان سرمایه و دموکراسی ممکنه دچار مشکل بشه. دوست دیگه از ایران که خوش رو معرفی کرده بود من یک بازاری هستم، گفته بود برای ما بازاری ها فرقی نداره، ترامپ رئیس جمهور بشه یا بایدن بشه، هر پولی هم بیاد خرج ملت نمیشه. این جنگ روانی هست که خود جمهوری اسلامی را انداخته که کی رئیس جمهور بشه به نفع مردم، کی رئیس جمهور بشه تحریم ها برداشته میشه و غیره. به طور کل این جنگ روانی را از طرف جمهوری اسلامی میبینه. یکی دیگه از مخاطبینمون هم که از ایران باز پیام فرستاده بود، گفته بود که کسایی که نگاهشون به اینه که ترامپ رأی بیاره و میتونه فشار روی جمهوری اسلامی بیاره، کسایی هستن که تغییر شرایط رو با انقلاب مردم متصور نیستن و نمونه آورده بود، گفته بود عراق رو نگاه کنید، دخالت آمریکا در عراق چه برایی سر مردم آورد. در یکی دیگه از پیام‌ها هم گفته بود که مخاطبمون گفته بود مبارزه مردم ایران در 4 سال اخیر شکل نگرفته که حالا تأثیری بذاره دولت آمریکا که کی رئیس جمهور میشه، یه مبارزه 40 سال است. و پیام آخر هم جالب بود: چه بایدن چه ترامپ ما براندازیم. اینا هم نکاتی بود در فایل‌های صوتی. حمید تقوایی، اگر شما نظری در رابطه با نکاتی که دوستان از ایران فرستادن دارید بفرمایید که بریم سر جمع‌بندی برنامه. خب طبعا من با نظراتی که شما از چند کاربر اخیر در آخر اشاره کردید کاملا موافقم که چه ترامپ بیاد چه بایدن بیاد، بالاخره ما باید امر ما براندازی جمهوری اسلامیه. و من فکر می‌کنم وضعیت داخلی و منطقه جمهوری اسلامی طوری هست که هر کسی بیاد بحران جمهوری اسلامی عمیق‌تر خواهد شد. من در این تردیدی ندارم و باز تأکید می‌کنم اون سیاستی که باید مردم دنبال کنن و رو به جامعه جهانی اون رو بخوان و فریاد بزنن این هست که جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسید. این حکومت حکومت مردم ایران نیست، قاتل مردم ایرانه. مردم ایران نمایندگی نمی‌کنه، بلکه با کشتار خودش رو سر پا نگه داشته. این اون کلید اصلی هست که به نظر من باید مردم، منظورم مردم، نهادهای مبارزاتی، NGOها، فعالین و چهره‌های جنبش‌های اعتراضی و حق طلبانه به نظر من باید این پرچم بلند کنن. و این هست که چه بایدن باشه چه ترامپ باشه به نفع مبارزات مردم ایران تمام خواهد شد. بسیار خوب، در پایان برنامه از شما به عنوان لیدر حزب کمونیست کارگری ایران میخوام که رو به مردم ایران که دغدغه‌شون سرنگونی جمهوری اسلامی و رهایی از این حکومت هست، پیام خودتون رو بگید. در آستانه سالگرد خیزش آبان 98 هم هستیم. شما به عنوان حمید تقوایی چه پیامی رو به مردم دارید؟ من در پیام من همون شعاری که مردم بارها مطرح کردن، دشمن ما همینجاست. این مبارزه‌ای که مردم ایران میکنن، مسائل و مشکلات و بی‌حقوقی ها و سرکوبگری هایی که تعامل میکنن، ریشه تمام اینها جمهوری اسلامیه و مردم این رو تشخیص دادن. به نظر من 98 یک نقطه عطفی بود، جامعه بیرون اومد و بعد از آبان تا آخره همون سال، میدونید که تا انتخابات، تا بعد از انتخابات در 98
یک جنگ رو در روی بین مردم و حکومت شکل گرفت که بالاخره بحران کرونا به نحوی این رو به صلاح آرومترش کرد یا باعث شد که مبارزه بره توی سطح دیگه، ولی در هر حال جامعه بلند شده و این رو اعلام کرده و این رو دیگه نمیشه برگردوند. به نظر من این دوره دوره اوباما نیست، دوره برجام اول نیست، دوره اون مانورهایی که جمهوری اسلامی میداد برای اینکه جلب توجه بکنه، بگه پروژه هستیم و کنترل میکنم غیر و غیره، این همه تموم شده. رو در روی الان جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مردم اعلام کرده مردم دشمنمان، مردم ایران رو دست نشانده شیطان بزرگ و غیره میدونه، مردم اعلام کردن دشمن ما توی، ما میخواییم تو رو جارو کنیم و از سر راه ببریم. این به نظر من اون فاکتوری است که تعیین کننده است، نه فقط در صحنه سیاست ایران، در منطقه هم اینو میبینیم و باز نه فقط در منطقه بلکه در رابطه دولت ها با جمهوری اسلامی این فاکتور کاملا تعیین کننده است. به نظر من اعتراضات 98 یک دستاوردش این بود که جمهوری اسلامی کاملا در دنیا رسوا شد، به طوری که الان دولت هایی که تا قبل از اون سیاست مماشات و کنار اومدن با جمهوری اسلامی دنبال میکنن، اساسا دولت های اروپایی در دوره ترامپ، اونها شروع کردن به رسما اعتراض کردن، محکوم کردن جمهوری اسلامی، تحت فشارهای سیاسی گذاشتن به خاطر نقض حقوق بشر و غیره. راه اینه. بنابراین پیام من به مردم ایران این هست که نیروی خودتون رو ببینید، نیروی تشکل و مبارزه و اعتراضات و نیروی خیابان رو به اصطلاح به حساب بیارید. به طور واقعی این هست که حتی رابطه دولت‌ها با جمهوری اسلامی رو تنظیم می‌کنه. و چیزی که من در این برنامه و در برنامه قبلی هم روش تاکید کردم، یک بار دیگه اینجا من میگم، مردم ایران باید رو به دنیا، رو به سازمان‌های بین‌المللی، رو به دولت‌های غربی بخوان که جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسن. ما به این میگیم آفریقای جنوبی کردن ایران، همونطور که آفریقای آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی و دولت‌های غربی تحریم کردن و اون بالاخره به انقلاب مردم آفریقا و براندازی اون حکومت منجر شد، در مورد جمهوری اسلامی هم که حکومت آپارتاید جنسی است و جنایتاش اگر بیشتر از آپارتاید نژادی نباشه کمتر هم نیست، در مورد این هم باید دنیا همین کارو بکنه. من فراخانم اینه که در ایران صفوف خودتون رو متحدتر کنید، مبارزه رو گسترش بدید، تحکیم کنید برای بزیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی و رو به دنیا اعلام کنید که این حکومت نماینده ما نیست، قاتل ماست و نباید به رسمیت شناخته بشه. به نظر من این راهی است که باید جامعه ایران در پیش بگیره و این راهی که میتونه به پیروزی مردم منجر بشه. بله، سپاسگزارم از شما حمید تقوایی و همچنین بینندگان این برنامه و همه دوستانی که نظرشون رو ارسال کردن، چه سوال چه نظر ارسال کردن و کمک کردن به پویا بودن این برنامه. به پایان این برنامه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 2046-739-6814-38 در تمام طول شبانه روز میتونید از طریق تلگرام، واتساپ و سیگنال با ما در ارتباط باشید. من شیرین شمس به همراه میثم عتیق و همچنین مدیریت این برنامه کیان آذر، شبها و روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنیم. یاد شهدای آبان 98 گرامی باد. اینجا مردم رو زدن با باتون و گاز و اینا زدن مردم رو، ولی ما زیاد میشیم. حالا کی بهتون گفت در ما ادامه دارم، اما
برپاست در ازدحام میدان، شسته نمی شود خون حتی به ضرب باران. آبان ادامه دارد در بغض تلخ بابا، در آه داغ مادر، در لحظه لحظه ما. در ما دواند ریشه این زخم باز و اوریان، با دست های بسته در دخمه ای هراسان. از انفرادی سر تا بند بند زندان، از تخته شکنجه تا حمله های نسیان. آبان ادامه دارد در بغض تلخ بابا، در آه داغ مادر، لحظه لحظه ما. در ما حضور دارد فریاد درد و عصیان، شوری غریب با مرد در سینه های یاران. اشکیست این هوا و ابریست حال ایران، اما نمرده هرگز امید در خیابان. آبان ادامه دارد در بغض تلخ بابا، در آه داغ مادر، در لحظه لحظه ما. آبان ادامه دارد در بغض تلخ بابا، در آه داغ مادر، در لحظه لحظه ما. آبان ادامه دارد در بغض تلخ بابا، در آه داغ مادر، در لحظه لحظه مادر.